دوستان عزیزم، امروز کوفته داریم. چه کوفته ای؟ کوفته بوقلمون. بله، این کوفته بسیار خوشمزه هستش و خیلی راحت درست میشه. ما مقداری تره، جعفری و گیشنیز رو با آب و سرکه میشوریم. 3-4 تا قارچ داریم و نصفی فلفل دلمه. کنار رو ریز میکنیم، کنار میذاریم. سبزی اونم ریز میکنیم، کنار میذاریم. گوشت چرخ کرده بوقلمون حدود 0.5 کیلو ما در ظرفی قرار میدیم. 1 پیاله از مواد قارچ و فلفل دلمه که ریز کردیم داخل این گوشتمون میکنیم. بعد حدود 3 تا 4 تا پیاله سبزی ریز شده که جعفری، گیشنیز و تره هست. 1 قاشق مربخوری میتونید بهش مرزم اضافه کنید. بعد 1 پیاله کوچیکم برنج پخته شده و 1 قاشق مرباخوری زردچوبه، 1 قاشق مرباخوری پودر لیمو، نمک و پودر سیر من بهش اضافه کردم. بعد این موادمون رو حسابی با هم مخلوط میکنیم و میذاریم 1/2 ساعت استراحت کنه در حرارت آشپزخونتون. بله، تو یخچال قرار نمیدید، همین 1/2 ساعت استراحت کنه و مقداری روغن توی ظرف میریزید و 1 عدد پیاز رو حسابی سرخ میکنید و این پیاز داغ رو که روبی که من به اضافه کردم سس این کوفتمون هست. بله، راز خوشمزه شدن کوفته شما 1 قاشق غذاخوری پر مرزه خشک است که به این پیاز داغ و رب داغمون اضافه میکنیم. بعد رب هم البته داغ شد با پیاز. بعد حدود 4 تا لیوان آب میریزیم و این کوفته ها رو به اندازه دلخواه در میاریم و داخل این آبی که داره میجوشه قرار میدیم. درش رو میذاریم حدود 40 دقیقه. حساب این کوفته هامون با حرارت ملایم پخته میشه و هر از گاهی 1 قاشق غذاخوری از آب کوفته رو روی کوفته هایی که میبینید که فاصله دارن با این سس کوفته روش بریزید که حسابی کوفته شما خوش آب رنگ بشه. بله، این کوفته ما پخته. البته من 1-2 تا آلوچه انداختم توش. شما میتونید برای ترشیش از آب لیمو و یا آب قوره استفاده کنید که خیلی خوشمزه میشه اونم. بله، کوفته ما آماده شد و با سبزی خوردن و نون سنگک که اگه باشه عالیه و یا نون لواش میتونید اینو نوشه جان کنید. دوستان عزیز، همجور که میدید کوفتم با نرفته خیلی خوبه، ولی اگر دیدید که گوشت بعض وقتا گوشت ترکی، گوشت بوقلمون چرخ کرده گاهی یه ذره خیلی لطیف میشه، میتونید در عین کارتون 1 قاشق غذاخوری بهش آرد اضافه کنید که این کوفتتون توی سس که قرار میدیم وا نره. بله، همینجور که میبینید یه کوفته خیلی خوشمزه جای همتون سبز بود. امیدوارم که خودتون درست کنید و در کنار خانواده لذت ببرید. ممنونم که ویدیو من نگاه کردید.